Gondis kakel ashi mashi Nave boom a bomb machine Borun miot یه سر صدی خوش نداشت بگه پیچون روزا روزاش کسی با ما کار نداره چه برسه به حالا. الو نصیبه پرویزم فرار کردی دوست داشتی تو اول تو زندون بمونم چیه؟ ترس و صداته فقط تعجب کردم به خدا زینت خوبه فقط به عشق اونو که دارم یک کرده میام بده باش حرف بزنم الان که مدرسه است یعنی خوابه نمیخوای که یک کار خواب زدش کنم خیالی نیست خودم دارم میام دیگه همه اون پیش خودمه زمین و زمانو براش میدوزم کی بهت گفت من اینجا کار میکنم بمانم نمیدونم که میرسم ولی به کوب دارم میام داشت از شما درد نکنم نفس جان نفس تنبل همیشه خوابه جاش توی رخت خوابه پاشو دیگه پاشو سلام سلام به روی ماه نشستت بوس بده پاشو باش نفس جان بود مامان دیر شد این دفعه من میبرم آماد کنی به خواب ببینی نفس خانم اگه من میذارم بچه شدی ها خواستم خواستم کلک بزنی باید جه حساب کنم مسابقه من و تو از دم در این آسانسور تا در ماشینه نه خیرم وایسا مامان زود باش دیگه بله بفرمایید با کی کار دارید؟ کی بود مامان؟ مامان یه خانوم بود ولی نگفت کیه حتما
حتما اشتباه زنگ زده. بریم بودو دیر. جا گذاشتم. نریا. ببین چی دارم بهت میگم. نرو تا بیام. مامان جان بشین تو ماشین الان میام. بهت نگفته بودم هیچ وقت نیا اینجا؟ مجبور نبودم که نمیمدم. خب تلفن میزدی. اصلا تلفنی نیست، خونه خراب شدی. اگر مسئلت پوله که هنوز دو روز مونده تا سر ما، یکم تحمل میکردی میریختم به حسابت. حالا برو. اصلا حرف پول نیست. پس چیه؟ پرویز صبح زنگ زد. پرویز؟ شوهرم. شوهر سابقه. برو. برو بهت زنگ میزنم. هیچ جا نمیری. واسه ببین چی دارم بهت میگم لاکر دار. چی میگی تو؟ چی تو سرته؟ میگم میاد دودمان هممونو به باد میده. میفهمی؟ ما هر چی قول قرار داشتیم اینجا به هم میخوره. من اومدم بیا دیگه دنبال سارا بعد بریم. میام الان. مامان اون خانم کی بود؟ هیچکس. هم باختی هم جواب دروغکی میدی؟ یعنی اون هیچکس نبود؟ خب حتما یکی بود دیگه. مامان خانم با شما ما؟ بشین ازم بشین میخوایم بریم. گرفتار بود یکم پول بهش دادم. اون یکم بود؟ حالا یکم یا دو کم چه فرق میکنه قربونت برم. خب از چرا نگرفت؟ خب بگو نمیخوام بگم دیگه. نمیخوام بگم دیگه؟ مامان خانم من که میدونم تو آخرش میگی. خب اولش بگم دیگه. باید بریم دنبال سارا. سارا واسه چی؟ گفتم که بهت. کی گفتی نفس خانم؟ مامان خانم من بس گفتم ولی اونقدر حواست به اون خانمه بود یادت رفت. الان میریم دنبال سارا. بیا سارا ما داریم میایم دنبالت. الو نصیب این ماجرا چی بود صبح سر هم کردی گفتی ها؟ همه میگن به معتاد نباید اعتماد کرد ولی من این کارو کردم. بهت آدرس دادم، شماره تلفن دادم، حتی گذاشتم یه وقتایی تو از راه دور. چی داری میگی؟ ببین همونجا که بهت گفتم وایسا تو من بیا. خدافظ. سلام سپیده خانم. سلام عزیزم. مامانت چطوره؟
دکتر گفته باید مطلق استراحت باشه. مطلق استراحت نه استراحت مطلق. آقا ببخشی. بفهمید. اینو پرش میکنم. چشم. مریم جون سلام، من سپیدم. ببین قربونت برم، تو من قول دادی زودتر این برگه رو بگیری. خب من منتظرم. ببین من نمیدونم کجا باید بری. میخوای دادگاه بری، وکیل بگیری؟ ببین اون زنه الان اومده میخواد دختر من رو ازم بگیره. خب آره دیگه، الان گرفتار شدم. نرفتی صورتتو بشوری؟ جانم مامان یکم پول بده. خیلی خوب سب کن، بیا لقمه خودت هم بخوری. خب کاش میگفتم دوکم اشکال نه. بیا ببینم. برو خدافز. باش خدافز. الو سلام، من جاوید هستم. خانم فتاپور خوب هستین؟ ببخشید من میخواستم عرض کنم خدمتون که امروز ممکنه یکم دیرتر برسم به کلاس، یا اینکه اصلا شاید نتونم بیام. اگر ممکنه حواستون به کلاس من باشه. خیلی خوب، حالا بگو. با ازینه تو پس بده. پسش بدم؟ یعنی چی؟ برای چی باید این کارو بکنم؟ گفتم که بهت، باباش داره میاد تهرون، زنگ زده صبح. آزاد شده؟ من چه میدونم چه دوز و کلکی سر هم کرده. گفت فقط به عشق دیدن بچه‌اش داره میاد. اگه بیاد بچه‌اش نباشه میدونی چی کار میکنه؟ روزگار منو سیاه میکنه. یه قد کرده من میشم دومیش. تو مگه نگفتی جدا شدین؟ مگه نگفتی حضانت بچه با توه؟ باباشه بیاد ببینه بچهش نیست، تا میخورم منو سیر میزنه آدرس تو رو بگیره. پسش ندی میدونی چی کار میکنه؟ پولت که هیچی، جونت هم میگیره. گفتی حبسش ابده. دو سه سال پیش کردم 15 سال، الانم که بیرونه. نمیدونم، بلکه آمده مرخصی، چیزی نگفت. چرا به تو اعتماد کردم؟ من سر قولم هستم، یعنی سر قولم بودم. کدوم قول؟ تو از اولش هم برای من نقشه داشتی، از همون موقعی که میمدی خونم کار کنی. میدونستی من داغونم، میدونستی تازه بچه و شوهرمو از دست دادم، مخصوصا نفسو میذاشتی بغلم که بهش وابسته بشم. تو مگه نگفتی میخوای حضانت بچه رو بدی به زیستی؟ گفتی نمیخوای بچت مثل خودت بزرگ شه، نمیخوای بلایی که سر خودت اومدی سر بچت هم بیاد، نمیخوای بچت با بوی سیگار بزرگ شه. گفتی باباشم زندانه، اگرم یه وقت آزاد شد تا اون موقع نفس باز خودش خانومی شده. خودش میدونه خودش. من سادم حرفتو باور کردم، گفتم نصیبه این بچه اگر مال من بشه دیگه مال هیچ کس نیست، نه تو نه باباش.
نصیبه. من با هزار جور بدبختی اسم این بچه رو بردم تو شناسنامه خودم. نفس همه عشق و زندگی منه. جون من به نفس بسته است. نمیتونم. حالا با جدی اومده اینجا بگی بچه رو میخوام. اصلا گیرم من پارو دلم گذاشتم. اصلا من هیچی. تکلیف اون بچه طفل معصوم چی میشه؟ سعد را فکر کردم. سعد جور مردن. اون بچه چجوری میخواد با یه مادر معتاد و یه بابای سپیده خانم. یه چند تا تیکی لوازم و لباساشو بدی من گوشه اتاق بچینم. باباش میاد اون نبره. یه تو اگه این تصادف لاکردار نمیشد شوهر دخترت خدا رحمتش کن. این زینت منه، نفس شما. برش تولد گرفتی نه؟ برو تو اتاق هرچی میخوای بردار. من باید برم دنبال نفس. اگه میشه زودتر وسایلشو جمع کن که بریم. من دست و دلم نمیره چیزی بردارم. خودت چند تا دیگه بذار. یادم رفته بود باباش هنوز زنده است. یه روز میاد سر وقتش. حالا شادم دوباره برگرده اون تو. بعدش دوباره میتونه وقتی بفهمه دیگه بچه هیچ کس نیست.
من همین امروز باید بیام. آره خب اصلا چاره دیگه ای ندارم. من اگر حضانتشو از پدرش گرفته بودم دیگه الان این همه گرفتار نمیشدم. آره دیگه من دارم میرم نفسو بردارم که بیام. آره داری میری؟ برو بچه هرم و خودت ببر. تو هم بیا. من نمیتونم، سهم مادری منم مال تو. باباشم یه چیزی میگم بالاخره، اول آخرون که باور نمیکنه. از هرچی میخواد بشه شما بری. فقط یه چیزی بذار یه بار بیام ببینمش از نزدیک. چی تو سرت نصیبه؟ حرف دلتو بگو. نه به خدا چی، فقط میخوام ببینمش همین. شعر قشنگی میخوندی. بیا بشین تو ماشین. مامان این خانومه چه تو ماشین؟ میگم بهت مامان جان، تو برو تو ماشین بشین، من برم بگم برای سارا آژانس بگیرم بره. برو عزیزم برو. وایسا ببینم. ماشالله بونه قدت برم خانم. بیا بگیرش برا من. قیمتی نیست، قدیمیه، مادرم به هم داده. اینی دست مادر بزرگم هم بوده، داده به مادرم هم داده به من. بگیر. خب بده به دخترت. دختر نداری؟ ولی اگه تو بگیری انگار که داده بشمش به دخترم. مخمنم خیال میکنم این دختر. بگیر. چقدر شبیه همین. اما چشه مامان یه رنگ دیگه است. ماشالله چه خانمی شده، مثل یه تیکه ما. اگه میدونستم میتونی نگهش داری ازش میگذشتم. دیگه خیلی دیر شده خانم، اون موقع که باید براش همه رقمه مادری میکردم نکردم. یعنی روزگارم با من نساخت، از جگر گوشم گذشتم. از خودت هم گذشتی. از خودم هم گذشتم، از همه چی. ما دیگه باید بریم. فقط یه چیز دیگه میگم، نه نگو. بگو. شما نریم، بمونی. من میرم.
برای من چه فرق میکنه کجا باشم؟ چی بگم؟ هیچی نگو. شما جاتون راحت باشه، من راحتم. یه بوس به من بدی. نصیبه هست؟ نشنیدی چی گفتم؟ میگم نصیبه هست، بگو بیادش. داشتی تصویه حساب کردم. کجا؟ نمیدونم. امروز ما داشتیم کجا میرفتیم؟ هیچ جا. اونجا هیچ جا بود؟ دقیقا، ولی اینجا که هستیم یه جایی هست. اون خانومه چی؟ نصیب خانوم اون کی بود؟ حتما اونم هیچ کس بود. نه، اون هیچ کس نبود، نصیبه بود. نده دیگه، میرم این نامه رو میدم میام. از این کارت دعوته داری؟ ندارم. بفرما خانم، مراسم شروع شد. نمیشه دیگه، بفرما. بفرما. میبخشین آقا، میشه داریم میرین تو این نامه رو بدیم به خانم صبور؟ ممنون. حال تو هستم، مرا ببین. خودم رو که نذاشتیم برم، ولی نامم رفت. تو آفتاب سرخ سر شاخه منی، من سیب زرد و کار هستم. آقا ببخش، ببخش. آقا قربونت من را ببخش. به هیچ کس نده، من را خودت بخواه. من مال 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 تو هستم، مرا ببین. شعر زیبای نفر سوم مسابقه آقای حسن آرمانزاده رو شنیدیم. حالا از نفر دوم مسابقه آهای بایسته بیدم با تا اما بایسته بیدم بایسته برنده های سوم و دوم مسابقه شعر نوجوان معرفی شدن، شعرهای زیباشون رو برای شما خوندن و تندیس و دیپلم افتخارشون رو هم گرفتن. اما حالا دیگه نوبت میرسه به معرفی نفر اول مسابقه شعر نوجوان. حدس میزنید که کی باشه؟ دختر خانم و آقا پسرم، پدر آقا مادر. از کجا رفتی تو؟ معرفی شدن. با و حالا
برنده اول مسابقه شعر نوجوان که به انتخاب هیئت محترم داوران بهترین شعر رو سروده، سرکار خانم نرگس امیدوار. شما در میون بذاره. بفرمایید. به نام خدا. اجازه بدین صحبت هام رو با یک ربایی از آقای از حرف نزدن چه خیری دیدی؟ خب بگو دیگه. جلیل سفر بیگی شروع کنم. که یکی از آرزوهام دیدن ایشون. رفتیم بیرون از دختر قهرمان مسابقه شعر. حیف که آقای سفر بیگی در تهران زندگی نمی کنن که این آرزوی بزرگ من برآورده بشه. ماشاءالله یکی دوتام که نیستم. من خسته ام از توالی زندگیم، از این همه ماسمالی زندگیم. انگار فقط سکوت انداختند بر روی نوار خالی زندگیم. و اما غزلی که داوران محترم اون رو پسندیدن و به خاطرش من رو لایق دونستن که برنده این مسابقه باشم. مگو عزیز دلت لک زده برای سفر، غریبه نیست برایم بهانه های سفر. تمام پنجره ها را گشودم از صبح، چرا نمی رود از خانم هوای سفر؟ ردیف هفت عمودی، سه خانه خالی، چه واژه‌ای بگذارم؟ یعنی چی آخه؟ این چه طرز رفتاره؟ نه بوسه‌ای به خداحافظی، نه عشق، نه آب، نه آب پشت سرت، نه، فقط دعای سفر. چه راه دور و درازی است این که من رفتم از انتهای خودم تا به ابتدای سفر. اگرچه خاطرت از یاد من فراموش است، مرا به یاد بیاور در انتهای سفر. نه اعصاب خودم رو خطخطی میکردم، نه حال خوش زن و بچه‌مو ناخوش. کوفت نرگس کردی جایزه و مراسم و همه چی رو. اون رفتار رو نمیکردی آبرومون نمیرفت. من آبرو ریز کردم یا دختره؟ اون مردی که کیه که آرزوی دیدنشو بره؟ من چه آرزوی به دلش بذارم که بره؟ این حرفا چی هادی؟ به جان که افتخار کنی سرتو بالا بگیری؟ سرم بالا بگیرم؟ نه کلاه میذارم بالاتر که دخترم جلو اون همه مردم شعرهای عاشقونه میخونه واسه اون پسر جوهرلب. پسره کیه؟ پرت و پلاها چیه به هم میبافی؟ کی رفت و سفر؟ ها؟ به جز اون امیر بی همیشه که دائم پاپه نرگس بود و از دم مدرسه تا در خونه میافتاد دنبالش نامه‌های عاشقونه میداد. خدا ازت نگذره که این وصله های ناچسب و به دختر معصومت میچسب. نرگس اگه دلش با اون بود که نمیگفت مزاحمشه. یا من نمیدونم. درست نمیشنوم. گفتیم پسره میره سربازی و میدونم یه نفس راحت میگیشی. نمیرسیم پشت سرش دخترمون شعر عاشقونه میگه، دعای سفر میخونه، براش ماچ میفرسه. بس دیگه، حالا داره به هم میخوره از حرفایی که میزنی. نگه تو رو میخواب یادشم یالات. هادی به خدا این حرفا تو لیاقت داشتن همچین دختری رو نداری. بفرما. پاشی مریم باید هیچی نشده. دمه تمام خسته شدم از دست بابات. میان یا خودم برم؟ نه
چیزی میگم رو حرفم نه نیار. آه تلا تو زن خونه ای، بیشتر حواست به زندگی و بچه هاست. من نمیذارم این دختر تو فک فامیلو در همسایی آبرو میبره. زنگ میزنم به برادر آقای ایدری که نرگز واسه پسرش میخواست، میگم بیان بشینن حرفمونو بزنیم، دستشو بگیرن ببرنشو خلاص. تخمه خورده تو سرت؟ اصلا حالیت چی میگی؟ من یکی گفتم تو این خونه یا جای منه یا جای این دختر عاشق. هادی 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 به خدا باورم نمیشه داری این حرفا رو جدی میگی. من وقتی پای آبرون وسطه با هیچ کی شوخی ندارم. از خر شیطون بیا پایین. همینی که گفتم. یه کلام ختم کلام. حرف حساب کلی نیست. هر غلطی میخوای بکنی بکن. اصلا زنده زنده چالش کن. سلام عرشت خانم. من امیدوار هستم. خیلی ممنون، مزاحم نمیشم. اگه آقای شاهی تشریف دارن بفرمایید یه توکپا بیان دم در. ممنونم. میگم الان میام خدمتتون. مهدی بابا، یه دونه آب خنک میدی واسه من؟ الان میارم. ما دو بعد دوا. بابا دادم عبد. نه عزیزم. سلام عرض کردم جناب ایدری. بله شالله به این حافظه. بله ببخشید من شمارتون از عقبی گرفتم، گفتم یه زنگ بزنم هر وقت مایل بودین تشریف بیارین در خدمت باشین. بله راجع به همون امر خیری که شوکت خانم پیغام آوردن، زودتر بهتر. من تا پس فردا تهران هستم، جاتون خالی چند روز میرم سفر. بله خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. تله چرا دادی بیداد میکنی؟ میخوای آبرو ریزی کنی؟ باز خوبه از کار خونه گریزون نیست. هیچ وقت نبوده، ولی واسه کار خونه همیشه فرصت هست. آره برای همه کارها همیشه فرصت هست، یکیش همین شعر گفتم. آقا جونم همین فکر رو میگد که درسم تموم نشده منو از مدرسه کشید بیرون. چیزی رو که اون موقع با یه بار خوندن حفظم میشد الان باید صد بار بخونم بازم نشینه تو مغزم. پشیمون درس دول کردی هرچی کردی؟ از اولیش آره، از دومیش نه. تو هم اگه میخوای پاتو بذاری جای پای اون خدا بیامرز بذار، اما چیزای دیگرش هم یاد بگیر. بشین باش حرف بزن که به سرش نیفته بیدلیل داری از سر خودت بازش میکنی. اگه فایده داشت میزدم. حرف باد حواست رو به هیچ جام نمیرسه.
نه جر بنجر با نرگس فایده داره، نه حرف زدن با تو. مگه با حرف زدن تونستم از پست بر بیام که دور درس خوندن خط بکشی؟ خانم صبور، اگه ممکنه به نرگس بگیم بیاد دم در بریم. باباش میگه من کار دارم نمیتونم بیام تو. ای بابا، ما با هم قرار داشتیم، یعنی چی که بیاد دم در؟ خب پدرش رو راضی کنی یه چند دقیقه بیان در خدمتشون باشه. تو رو خدا یه کارش بکنیم دیگه خانم امیدوار. باشه، پس من منتظرتونم. خداحافظ، خداحافظ. کلاس تموم شد؟ نه بعد دارن میان. چرا نمیای تو؟ بیا تو. ای اولایی اومد آلا. قبولم نکنه دنیا به آخر نمیرسه. از این راه نشد اولا. از یه راه دیگه اولا. چرا واسادی؟ برو دیگه، برو. به خدا نرگس اونطور هم که شما فکر میکنین نیستا. باور کنین همش سرش تو درس و کتاب و شعر. اشتباه میکنم؟ نه بابا. یعنی شما دختر منو بهتر از خود من میشناسین؟ ای بابا، آقای امیدوار، آخه چرا ما هرچی میگیم شما باز حرف خودتونو میزنی؟ مگه شما حرف منو میزنی؟ هرکی حرف خودشو میزنه. منتها فرقش اینه که من باباشم، میتونم براش تصمیم بگیرم، ولی شما هیچ حقی ندارید. تا همینجام که کلش پر کردین از این شعر و شاعری و این لات های لات بسته خانم. ایشاله دیگه دلتونم براش تنگ نشه، چون رنگش هم نمیبینین. باشه خانم، بشین. حالا یه دقیقه بشین. میریم. بشینم که چی؟ هرچی ما میگیم نره، شما دوتا میگیم بدوش. آقای امیدوار، هر مشکلی یه راه حلی داره. حالا شما بفرمایید. آقای شاهینا میام برای خواستگاری. نمیخوای که من سرم بذارم جای پام زنگ بزنم بگم منصرف شدی؟ میخوای؟ به خدا من نمیفهمم. ما میگیم نرو بدوش یا آقای امیدوار. پاشو. پاشو بری. خدا اینجوری هیچی از نرگس باقی نمیمونه ها. میدونم خانم صبور. ولی بذارینش بذارم. نشد. ناامید نشو. اگه خودتو ببازی همه چیو میبازی.
قصه نخور، مگه من مرده باشم این عروسی سر بگیره. طلعت، طلعت خانم، مهمونا تشریف آوردن. اومدم. دیگان شما را هم بیامرزه. به زحمت افتاد اینا. بابا چه زحمت. بفرمایید. قربون دستت برم عروس خوشگلم. معلومه از این دخترای با سلیقه است و با کمالات. امسال اول دبیرستان تموم کرده. ولی ماشاءالله مثل یه دختر دانشگاهی با این قد و بالاش. لطف دارین. علیرضا خان به سلامتی درسشون رو تموم کردن دیگه. والا دوست داشت تموم کنه اما دیگه ترجیح داد بیاد در مغزی فن یاد بگیره. درسونش به چه کاری میاد وقتی آدم فنی و هنری نداشته باشه؟ ولی نرگس از هر انگشتش هنر میریزه. جوزینم انتظار نیست. رشتهش تو هنرستان نقاشیه، ولی بعد شعراشو گوش کنین. آدم هضم میکنه از این شعرا. اصلا کسی نمیتونه باور کنه که یه دختر 15 ساله یه همچین شعرهایی بگه. دوستام همه آرزوشون یه همچین دختری داشته باشن. همین دیروز تو مسابقه شعر نوجوان اول شد. آفرین. شما وقتی که گفتین از هر انگشتش یه هنر میریزه من فکر کردم منظورتون آشپزی و خیاطی اینا. وقتی تو شعر که اینقدر راحت مقام آورده حتما تو هنرهای دیگه هم سر اومده. لطفاً یه توکی پاتش بیارید. ببخشید. علی رضا خان شما شعر دوست دارین؟ اگه زیاد بخونین خوشتون میاد. خانم نمیخوایی تشریف بیاری؟ ببخشید آقا عادی. چشم، من برم تندیس و لوح افتخار نرگس هم بیارم ببینی. نرگس جان چایی تازه دم بیار واسه مهمونای عزیزمون. خاله این چه بازی راه انداختی؟ بازی؟ کدوم بازی؟ طلعت، من ممکنه هزار عیب داشته باشم اما خنگ نیستم. حالا کی گفته هستی؟ من میخوام این نرگس از حال هوای عشق و عاشقی و شعر شاعری بکشم بیرون. بعد تو میری اون مجسمه رو میاری میکن تو چش خواستگاراش؟ من خر فرض نکن. اشکالش چیه؟ خودت میدونی اشکالش چیه. ببین آقا هادی، اگه میخوای دستی دستی زندگی دخترتو به باد بدی بده، اما تا زمانی که تو این خونه است من نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. ببین طلعت، فکر نکن حرف خودمه. من دیشب یه سر رفتم سراغ خانم باش سلام و مصلحت کردم، اونم نظر من داشت. فردا میرم محل پسرو و اهل محل حرف میزنم. بگم پسر نجیب و اهل کار و زندگی دیگه تام. هادی تو چرا نمیفهمی دختری فقط 15 ساله؟ خودت وقتی زن من شدی از حالای نرگس کوچیک‌تر بودی. مگه زندگیمون بد شد؟ ریحانه تو همین سن و سال نفهمی شوهر. مگه بدبخ شد؟ چرا نمیخوای بفهمی که زمون عوض شد؟ سلام مهندس. خیلی مخلصم آقا. نه بابا عیبی نداره. بیدار بودی؟ بله. سفارش در پنجره‌هاتون رو گرفتم. خب هنوز شروع نکردی. فردا صبح زنگ بزنیم به توکلی، مسئول کارخونه. خب؟ نه آقا خاطرتون جمع باشه. بله چشم منم سفارش میکنم. بله ممنون، منم خوشحال شدم. خداحافظ شما. خب
چی میگفتی؟ حالی از من نخوام مثل عروسه که کوکی بشینم و فقط نگاه کنم. دیشب گفتم باش حرف بزن، گفتی نه. امشب گفتم بذار با پسر حرف بزنه، گفتی نه. آقای صاحب کارخونه در و پنجره سازی، اگه همه در و پنجره ها رو ببندی آدم خفه میشه از بی‌هوایی. نمیشه که، صحبت دو تا زندگیه. خودشه، بریم. چرا نمیای؟ اوه ای بابا نو بیا نمت دادا او بیا وقت بم بابا اونتا سلام خوبی؟ وام بابا من معلم نرگز هستم بابا نرگز نرگس، نرگس ده اوه بابای آخه باباش داره میاد اوپا هیچ خوشم نیمد از آقاتون مدی او دیدی که میگفت خوب نیست یه خانوم جوون بیاد تو مغازه با من حرف بزنه مغازه رو ببندم جواب بابامو چی بدم اما قسمت خوبشو نگفتم گفت امشب میاد خونه عموش یا تو بری اونجا یا اون بیاد خونتون با هم دل بدین قلوه بگیری الان با اداده میده حالت مگه من نگفتم دلم نمیخواد نرگس با این پسر حرف بزنه خب داره حرف میزنه پسره؟ اومده اینجا؟ نه نرگس تو حیاته پسر خونه عموشینا بشو بیا تو تو که دیدیش خب چرا نگفتی؟ خواستم بگم دیدم جبین علی رضای خوبیت نداره آره خوب نیست خوب شد نگفتی اینجوری هم که نمیشه ولی از منم کاری بر نمیاد ولی میتونم بگم نرگس چی داره بهش میگه اگه بخوای نرگس میگه این چه حرفیه مشکل نه شما این نه کس دیگه ای در کاره مشکل منم که انقدر رویاهای جور و جور تو سرم میچرخه که ازدواج هزارومیشم نیست چرا ساکت شدی؟ گفتم شاید نمیخوای بشنوی بگو شما کتاب شازده کوچولو رو خوندین؟ چه حیف میدمش بخونین
یه جاییش روباک شازه کوچولو تازه باهاش دوست شده، میگه آدما این حقیقت رو فراموش کردن، اما تو نباید فراموش کنی. تو تا زنده‌ای نسبت به چیزی که اهلیش کردی مسئولی. من و شما هم نباید فراموش کنیم. میفهمین چی میگم؟ ساده است. دو نفر که با هم ازدواج میکنن همدیگر رو اهلی میکنن، مسئول هم میشن. عیبش اینه که یه چیزایی هست که از قبل من اهلی کردم، مسئولشونم. درسی که میخونم، شعری که میگم و آرزوهایی که دارم. ازدواج ما با هم باعث میشه نتونم به چیزایی که اهلیشون کردم برسم. شما مرد خوبی هستی، اما ازدواج ما با هم منو از آرزوام دور میکنه و برام نارضایتی میاره. میفهمین چی میگن؟ پدر من توی هوای دیگه بزرگ شده، از یه نسل دیگه است، با آرزوهای دیگه، ارزشهای دیگه، رویاهای دیگه. برای همین من بهش حق میدم که شاید منو نفهمه، ولی به شما حق نمیدم، چون شما هم فرزند همون نسلی هستین که من هستم. خوشحالم که به حرفام گوش دادین. میدونستم حرف همو میفهمیم. اجازه بدین دیگه برم. خوب نیست اینجا، اینجوری، این وقت شب. اما بذارین پیش از رفتن یه چیز دیگرم بگم. ممکنه با خودتون فکر کنید با کنار کشیدن شما چیزی تغییر نمی کنه. چون پدرم یکی دیگر رو برام پیدا می کنه. اما اینطور نیست. رفتن شما لااقل یکم به این فرصت میده راهی پیدا کنم که با پدرم حرف بزنم. اما اگر بعد از همه این حرف و اوضاع عوض نشه، از پدرم گله نمی کنم که چرا برام تصمیم گرفته. ازش دلگیر میشم که چرا به جام تصمیم گرفته. از این ناراحت میشم که نمیدونه همونطور که اون منو اهلی کرده، منم اونو اهلی کردم. پس هر دومون به یه اندازه نسبت به هم مسئولیم. میفهمین چی میگم؟ پس چهارشنبه صبح اینجا ای؟ تا ببینم، شاید یکم بیشتر مونده. کاش که ما هم میامدیم، خیلی وقت زیارت نرفتیم. انشالله میریم، منتها این بار تنها باشم بهتره. مراقب خودت باش. چشم. اون پولم که جدا دادم بذاری کنار واسه زریه باشه. با خاطر جمع باشه، یادم هم دست درد نکنه. هم دری باشه. چشم، میگیرم. خداحافظ. در پناه خود. سلام، بفرمی. خوبم، بله، بفرمی. هادی، اگه اینا اومدن یا خبر گرفتن چی بگم؟ نمیدونم میخوام چی کار بکنم. تو فعلا هیچی نگو تا من برگردم. باش.
یعنی شهده جلیل این آنانس این دنبال تاکسیه فکر کردم چیزی توشیدی حالا افتایی دنبال یه زن همسن ننت مادرمه مادره؟ او خفش کنی برو یقشو بگیر ببین کجا بوده این یارو راننده تاکسیه کیه آبچیت کجاست اینجوری فایده نهاره باید جاشو یاد بگیرم یه هم سایز با 41 دیگه ها آره خب پس مبارکته تابلو بازی در نهاره اهمی کنمه میرین دنبالشون فقط تابلو بازی در ندی بفهم یاده تخل آقا کفش که برداشتی پولش حساب نکردی بیا برو حساب چشم برو حساب بکن حساب میکنم دیگه آقا میرم کجا میخوای حساب کنی برو حساب اون خانم که داره میره مادرمه کدوم خانم مامان ایشون با شماست نه مامان مامان بری منو میفرستم کانونا یا با خواهم میکنم یا برو کل چیزم خوردی بفرم جلیل اینجا چه غلطی میکنی؟ ها؟ آقا اینا رو بدیم من حساب میکنم از کجا منو پیدا کردی بچه؟ چرا تو دست از سرم بر نمیداری؟ خود خانم ببخشید نه حساب کنم یعنی کجه تو کی میخواد درست بشه من نمید کی آدم میشی؟ بدبخت چقدر شد خانم؟ 232,000 تومان چقدر؟ 232,000 تومان من نمیخوامش خانم میذارم سر جاش آقا ببخشید پیرهن آبیه رو اگر ممکنه نگهش داریم اینجا خیلی ممنون بعد این شماره رو بزنیم شماره آقای ماهانه
از مسئله کانونی سال خودش دیگه میبینید بودم اومدش چشه یاد بگیر همش نکنی خیلی محبت خواهش بکنم فعلا اینجا موندگارم سلام فکر میکردم مرد شد یه قولات مردونه است چه روزه نرفته سر کار دوست داری دوباره برگردی کانون؟ این آقای مرادی اتاقش کدومه؟ همین آقا باش تا برگرد حالا بیا بپوش ببینم اندازه پات هست؟ نمیخوام دست من رد میکنی اشکال نداره ولی دست مادرت رد نکن مادرم نیست؟ پس چرا دنبالشی؟ میخوام بفهمم واسه چی برام مادری نکرده تو براش پسری کردی که اون برات مادری کنه؟ میخواست مادری نکنه؟ واسه چی من زایید؟ نمیدونی چرا؟ نه برای اینکه اون دنیا بره بهشت این دنیا که جهنمش فشرده گذروند این روزا با کدوم مزغلی میچرخی؟ حواست به خودت باشه ها خیلی باشه برو خونه یه سر بیا پیشم کارت دارم نه آقا نه نه چیه قول یادت نره غروب منتظرته باشه آقا تا اینجا اومدم دنبالشون بعد دیگه رفتن تو دیگه خب هیچی دیگه یارون یوانه نذاش برم تو نفهمیدی خونهشون کدومه؟ نه دیگه نذاشتش یه فلت دری دیواری میپردی تو دیگه جونه جلیل نشد دیگه اومدم التماس یارون یوانه رو کردم بعد یه دیدم نیستن اصلا ببخشید آقا سیمین خانم انتظاری میشناسید؟ انتظاری؟ آره شوهرش هم انگار تاکسی داره سیمین خانم آها همین خانم آقای عرضی دیگه الان شوهرشون بودن رفتن نهیدینشون؟ نه من نمیشناسمشون خانمشون زنگ زدن اومدن واسه تعمیر فاضلاب و ظرفشویشون خونهشون کدومه؟ سلام سلام کیه مادر؟ هیچ کی آقایه اسمت مرجانه؟ بله تو اینجا چه غلطی میکنی؟ برو تا زندگی من خراب نکردی برو چرا خودتو به موری کردی؟ این چند وقت دنبالت میگردم؟ مادر کیه؟ کسی نیست کسی نیست اشتباه اومده
تو رو امام حسین برو. جواب هم بده. میرم. سیمی کی هست؟ عوضی اومده. آدرس میخواد. شما چرا اومدی؟ برو منم اومدم. اشتباه اومده بود. برو دنبال کارت، چون هر کی دوست داری برو دنبال کارت. تا جوابم بدی نمیرم. برو پایین اومدم. برو پایین اومدم. جلی چی شد؟ منتظرم تا بیاد. با پوست ناختم تو افتاد. بای نایمه چی؟ میام. نهایت بازم میرم در خونش. ببین اتا سختت میخوای برو. بی خیالی ها جلی. جلی اومد اومد. اتا بپر دم در وایسا، یار اومد خبر بده. نگفتم نهی دنبالم؟ چرا؟ چرا چی؟ چرا ازم در میری؟ چرا خونه رو عوض کردی پیش همسایه نشون نذاشتی که پیدات کنم؟ چرا کفن بابام خوش نشد رفتی شهر کردی؟ چی میخوای بگم؟ چی دارم که بگم؟ چی بگم که خودت نمیدونی؟ ای نمیخوای گورم گم کنم؟ جوابم بده برم. چی کار باید میکردم؟ تو جای من بودی چی کار میکردی ها؟ چقدر دیگه باید از زندان میرفتم کانون، از کانون میرفتم زندان؟ چقدر دیگه باید التماس طلبکار و مالخر و شاکی و مواد فروشو میکردم؟ همین تو آواره و کوچه و خیابو با این طفل معصوم که تنها گناهش اینه که اون باباش بود تو داداششی. گناه من چیه که اون بابام بود تا مادرم؟ نصف عمرم یا داشتم فرار میکردم یا تو کانون بودم. الان هم که اومدم بیرون اوزام اینه، یه بابا دارم که زیر خاکه، یه مادر که چش دیدنمو نداره، یه آبجم که اصلا منو نمیشناسه. ای خدا میخوام سرمو بذارم زمین دیگه بلند نشم. از هرچی مرد حالم به هم میخوره. یکیش خودتو. حالا رفتم شوهر کردم که این دختره نشه یکی مثل تو. که مثل من چی؟ مثل من بدبخت نشه؟ مثل من عوضی آشغال کثافت نشه؟ مثل من چی؟ مثل من چی؟ مثل من چی؟ جلیل جان بیکار. حالا این آقای رجم مرد بدی نیست، های دختر نوجوان داره. به امام رضا نتونستم بگم منم یه پسر دارم، یعنی نمیشد که بگم دیگه. اون وقت جایی نداشتیم تو خونش. تو چه فکری کردی؟ فکر کردی من میام میشم سربار تو یا یه بابای مثل اون؟ نه، من اومدم شما هم ببرم. کجا؟ هر جا. دهنتو باز میکنی یه چیزی میگی یا کجا؟ خیلی سلام برسون. سلام برسون. زنده باشین. خدا نگهدارتون. خوش آمده. خوش وایسا. جلیل، هی جلیل، یارو راننده تاکسی اومده. عوضی، بارسی بیدم، بازن مردم چی کار داری؟ مالا کدومی؟ برو که تو بابا چطه؟ سر نزن. چی میگی؟ صدا تو بیار پایین. چی میگی؟ صدا تو بیار پایین. چطه؟ چی میگی آن؟ چی میگی؟ سر زیادی نزن ببینم بچه پر رو. میگم مال کجایی؟ بلش رو آمدی خود فرش. شکر روست چونه بهت میگم. بچه شوزی بچه گیر آوردی. مادرش که بود این پدر مادر عوضی چرا کنه بینم هرکش کن بدبختمون نکن. عطا عطا جینه مادر هیچی نده حرف نزن. عطا جینه مادرت هیچی نده.
حرف نزن. آقای رج، آقای رج نزن، بلشون کن، بلشون کن آقای رج. فکر مادرشم قصدی نداشت. برو خونه. حالا گیرم که چهارچرخشم آوردی پایین. این آسون ترین کاره ولی بهترین کار نیست. تو مرد راحت ترین کار نیستی. تو کانونم نبودی که اگه بودی همین امشب میگفتی پسر زنشی و خلاص، ولی نگفتی. برای همین هم هست که مادر و خواهر الان سر خونه زندگی خودشونن. بی بخور سرد میشه. ولی من بازم میرم سراغش، روشه کم میکنم. آخه یه دیوار داغون که به درد یادگاری نوشتنم نمیخوره، کی بهش تکیه داده که حالا این مادر بیچاره بخواد بهش تکیه بده؟ من داغون نیستم. واقعا نیستی؟ خودت با اون بابا که میخوای چهار تا چرخشه بیاری پایین مقایسه کن. اون خونه داره، تو نداری. اون کار داره، تو نداری. اون همت داره نون حلال در بیاره، تو نداری. کجا؟ بشینه. بشین. بجای اینکه در بری سف وایسا بگو چیزایی که این بابا داره رو منم پیدا میکنم. میشم سرپناهشون. آشنات بود نه؟ پسرت بود؟ اصلا به من چه؟ هر کی که بود، پسرت، داداشت، برادرزادت، خواهرزادت، هر کی. ببین خانوم، من یه زن گرفتم اسمش هم سیمینه. یه دخترم داره مرجان. دیگه هم کسی رو نداره. درسته؟ اگه بخوای بمونی، قدمت رو چشم. قدم مرجانتم رو چشم. اما قرار نیست پای کسی دیگه ای به این خونه باشه. یعنی اصلاً قرار نیست کسی در این خونه رو بزنه. از روز اول بهت گفتم دنبال عشق و عاشقی نیستم، به خصوص بعد ماجرای اون زنه. چی بگم؟ گفتم یه دختر نوجوان دارم، گفتم یه مادر اپا افتاده دارم، گفتم حوصله عشقیو ندارم. فقط ازت خواستم دخترمو مثل دختر خودت بهش نگاه کنی. ببین سیمی خانم، حوصله قایم موشک بازی و کش و واکش رو ندارم. بیا هم دیگر رو اذیت نکنیم. یا کس و کار دیگه ای داری یا کس و کارت منم. فکر کن بهش. دست نزن بچه، بچه بازی که نیست. خوب شده؟ آره آقا. تو اهل کار سخت و راه دور و گرمای خرمپزون هستی؟ میری قشم؟ قشم؟
چجوری؟ بلیت میگیری، سوار اتوبوس میشی، میری بندر. از اونجا هم شنا میکنی، میری قشم. من اونجا یه آشنا دارم که رو حرف من حرف نمیزنه. از بچه های کانون خودمون بوده. الان شده مهندس، مهندس رضا فیروز. تو کارون که بود بهش میگفتن رضا ملخ، از بس لاغر بود. هر کی رد میشد یکی میزد تو سرش. به منم میگفتن جلیل، آبشلی. از کارون که اومد بیرون هیچ کی نداشت. ولی همت کرد. روزا کار کرد و شبا درس خوند. تن لشبازی هم در نیومد. سختی کشید ولی وایساد. الان بیا ببین چه کبکبه و دبدبه ای داره. پادشاهی میکنه. همون رضا ملخ. مادرت زنگ زد. فردا صبح یه تر میاد اینجا. واسه چی؟ که با من حرف بزنه. شما هم بشینین سنگاتون رو وا بکنین، تکلیفتون رو مشخص کنین. نمیخوام ببینمش. میگه اگه خودت یا مرجان بمون، اگه کس دیگه ای هست برو. دیشب تا صبح چش رو هم نذاشتم. بعد اعدام اون خدا بیامرز پدرش، خیلی وقت بود دیگه اینطوری نشده بودم. میخواین چی کار کنی؟ نمیدونم، تا جلیل نیومده بود میگذروندم. اما حالا نمیدونم، اصلا فکر این که این بچه آواره کوچه و خیابون باشه، بعد من بچه یکی دیگر رو ترخوش کنم، نگهداری کنم، آتیشم بزنه. اومدم بگم بهش بگیم باشه، میام پیشش. ولی من تنها نیستم، خواهر کوچیکش هم هست. پس نمیتونه فردا بزنه زیر همه چی. نمیتونم تنهایی جمعشون کنم. باید قول بده پشتم وایس. پا نظر جا پای باباش. فقط فکر خودش باشه و ما و زندگی. فقط شما تکلیف خودتون رو روشن نکردین. جلیلم یه فکرهایی کرده بر خودش. چه فکری؟ میترسید بمونه تهران، باز دلش هوای شما رو بکنه. بر همین تصمیم گرفته بره. یه کاری براش پیدا شده تو قشم، یه مدتی میره اونجا. بره قشم؟ که چی بشه؟ که کار کنه، مستقل بشه، مرد بشه. ایشالله با دست پر برگرده. تنهایی؟ به چه امیدی؟ به اعتبار کی؟ صاحبکارش با من آشناست. بعدش هم برای همیشه که نمیره، یه مدتی، یه موقتی. شما هم بمونین زندگیتونو بکنین. تنهایی بره شهر غریب؟ نه پدری، نه مادری. پدر و مادرش نیستن، ولی خداش که هست. میتونه. شما نیستین، ولی امید این که یه روز شما و خواهرش رو داشته باشه میشه موتور کارش. یه ذره تو تنهایی با خودش خلوت کنه، کمک میکنه به مسئولیت پذیریش. سلام. سلام مادر. من اومدم با مرجان.
شنیدم. تو هم شنیدی که من میخوام برم. گفتی بهت قول بدم که پشتت وایسم. قول نمیدم. اما زورم میزنم. نرو. فکر هیچی رم نکن. من با همه چی میسازم. با همه چی میسازم. سخته از اینش نکن. بذار برم. Thank you.